عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان، امیدوارم صدام هست الان دیگه، خیالم بابت صدا راحت باشه. صدام بله میاد صدا، خانم؟ بله صدا میشه. خیلی خوشحالم که امروز خدمت عزیزان هستم، امیدوارم که یک نشست خوبی رو داشته باشیم و بتونیم به کمک هم یه سری نکات رو مطرح بکنیم. امروز نکته ای که خانم دکتر، خوشحالم که صحبت من بعد از صحبت های خانم دکتر رجزاد شد، به خاطر اینکه تقریبا هم راستا هستش این دو نکته و میتونه کمک بکنه به کسایی که مخاطب هستن. دوستایی که الان دارن تصویر رو میبینن مجددا سلام عرض میکنم خدمتشون. بحثی که امروز من دارم به عنوان یک دانش آموخته رشته فیزیک که بعد فرصت این رو پیدا کرد که در دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به کار بشه و 15 سال فعالیت کردم در دانشگاه، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که رسالتم ایجاد میکنه که وارد بخش صنعت بشم و راه رو برای دوستانی که میخوان و علاقه مندن تا اینکه بحث های مربوط به صنعت رو در فیزیک دنبال بکنن و یا رشته های دیگه که مربوط به حضور زنان هست رو یک جوری این راه براشون باز بشه. قرار بود که من امروز از تجربیات خودم بگم در عرصه کسب و کار، اما به این نتیجه رسیدم که خب چون یه بخشی از فعالیت من بحث آموزشه به خصوص برای خانمایی که میخوان وارد کسب و کار بشن، یک مجموعه رو کوتاه در واقع تهیه کردم. این مجموعه یک کارگاه سه روزه است. حالا من امیدوارم که بعدها انجمن کمک بکنه و ما بتونیم دوره های مربوط به اشتغال و ایجاد کسب و کار رو هم در انجمن فیزیک ویژه دانش آموختگان فیزیک و بانوان اجرا بکنیم. سعی کردم تجربه زیسته خودم رو در قالب این مدل امروز برای شما ارائه کنم که امیدوارم که مفید باشه براتون. عرض کنم خدمتتون که اولین گامی که ما باید در مسئله ایجاد کسب و کار، اون سراحی که خانم دکتر زحمت کشیدن، اون سراح یکی از راه‌های اصلیش در واقع این بود که ما چجوری وارد صنعت بشیم، و یک راه ورود به عرصه صنعت اینه که ما دقیقاً بدونیم از کجا باید کار رو شروع کنیم. من الان توی کامنت ها دیدم دوستان نوشتن که خب رشته فیزیک همه انتظار دارن که درس فقط کسایی که فارغ التحصیل میشن تدریس بکنن، و یا اینکه مدیرا فکر میکنن که این رشته‌ای که توی صنعت نیست. من کاملا این صحبت رو تایید میکنم، اما دوستان ببینید، برای شروع بحث، برای اینکه ما ببینیم که به عنوان یک بانوی کارآفرین یا به عنوان یک صاحب کسب و کار از خاستگاه رشته فیزیک چجوری میتونیم ورود پیدا بکنیم، این خیلی اهمیت داره که بدونیم در واقع اولین مرحله اینه که ما مثل یک کارآفرین فکر بکنیم. این اولین قدمه. من از همه دوستانم خواهش میکنم که به این موضوع فکر بکنن که آیا الان که شاکی هستن از وضعیت موجود و فکر میکنن تدریس در دانشگاه یا در آموزش پرورش نمیتونه جوابگوی زحمات چند سالشون باشه و علاقه دارن صنعت بشن، اولین قدم این نیستش که شما راه بیافتید ببینید که کجا در واقع داره این امکان رو برای شما ایجاد میکنه. اولین قدم اینه که شما ببینید که آیا من نوعی به عنوان یک نفر که میخوام صاحب کسب و کار بشم، آیا مثل یک کارآفرین، مثل یک کسی که میخوام صاحب کسب و کار بشم فکر میکنم یا نه. من برای اینکه این رو بتونم تئوریزه بکنم سه تا نکته رو توش گفتم. من باید به عنوان یک کارآفرین تفکر کارآفرینانه داشته باشم، انگیزه کارآفرینانه داشته باشم و رفتار کارآفرینانه. حالا من اینا رو میخوام روی بخش تجربه زندگی خودم برای شما در واقع موضوع رو یه مقدار بازتر کنم که ببینید این چجوری اتفاق میفته. نکته اولی که در مورد تفکر کارآفرینانه است، ببینید دوستان، من سالی که الان نامیداری که خانم دکتر رجزاد نشون دادن، دقیقا من سالی وارد شدم، سال 66 وارد دانشگاه شدم در رشته فیزیک کاربردی که تعداد زنان مینیمم بود. من یادمه که ما کلن 7 تا دختر بودیم، 58 تا پسر. زمانی که میخواستیم بیایم سر کلاس به ما میگفتن که بعد شما برید عقب بشینید، و این 58 تا پسر همه جلوی ما بودن. اون موقع کلاس ها اینجوری نبود که دو قسمتی باشه و ما عملا هیچی رو تخته نمیدیدیم. ما از همون موقع یاد گرفتیم که در جامعه زندگی میکنیم که خود به خود، حالا هر سنت بگیم، هنجار بگیم، ارزش بگیم، هر چی، ولی به هر حال واقعیت جامعه ما این تبعیض رو وجود داره و ما وارد رشته ای شدیم،
که تعداد خانم‌ها تو این رشته خیلی کمه. الان نمودار خانم دکترم دقیقاً وقتی داشت نشون میداد من یاد اون سال‌ها بود. من با واسه که رتبه‌ام خیلی بود توی دانشگاه کاملاً خانه رشته فیزیک رو انتخاب کردم. بین انتخابی که در مورد رشته مهندسی مکانیک داشتم و میتونستم اون رشته رو انتخاب کنم، آگاهانه و با عشق اومدم تو رشته فیزیک. ولی دو تا اتفاق در رشته فیزیک زندگی من رو متحول کرد و باعث شد که مسیرم تغییر کنه و اون چیزی که شما به عنوان تفکر کارآفرینان الان میبینید در من ایجاد شد. خب برگردیم دوباره به اسلاید، دوباره من برمیگردم به تجربه زیسته خودم. توی اسلاید من نوشتم شما نیاز به توفیق طلبی در خودتون حس میکنید؟ آیا خودتون هستید که تصمیماتون رو میگیرید؟ آیا کنترل درونی دارید؟ آیا میتونید زمان و منابع خودتون رو درست تمرکز کنید و تخصیص بدید؟ و اینکه آیا اصلا شما آدم خوشبینی هستید یا نه؟ این لیست دوستان تو کارگاه های سه روزه که ما میذاریم تقریبا تا 25-30 مورد دیگه هم اضافه تر داره، ولی شما هم خواستم مبتنی بر تجربه خودم امروز برای شما ارائه داشته باشم، این آیتم ها رو انتخاب کردم. ببینید از همون ابتدا اون جب به هیچ عنوان نتونست روی ما تاثیر بذاره. ما همون موقع هم که تو دانشگاه بودیم با واسه که سیستم دانشگاه، مدیریت دانشگاه بسیار سنتی بود، ولی ما تلاش کردیم و حتی بابت این بر جلو بشینیم و آقایون عقب بشینن مبارزه کردیم. یعنی ما از ابتدا اتفاقا خاطر این نابرابری یاد گرفتیم که ما باید آرمان هامون رو در حد خواست جامعه نذاریم. ببینید واقعیت ها چیزهایی هستش که دیگران برای ما ساختن، ولی ما باید اینو ببینیم که میتونیم از اینها عبور کنیم. اگر شما این حس رو ندید، اگر فکر میکنید در برابر این تقدیر، برابر این شرایط واقعیت دست بسته هستید، پس بنابراین منتظر باشید همون راهی رو که دیگران برای شما گذاشتن برید. و قطعا وقتی شما خلاف آمد عادت و هنجار جامعه میخواید حرکت کنید خیلی سخته. نکته دوم این که فردیت من در تصمیم گیری ها توی سه تا مقطع زندگیم بسیار تاثیرگذار بود. مقطع اول زمانی بود که رشته فیزیک رو انتخاب کردم به دلیل اینکه یکی از بستگان نزدیک من در زمینه تحقیقات این سالها کار کرده بود. من در دوران دبیرستان در جریان کارهای ایشون قرار گرفته بودم. ایشون از فرانسه اومده بود ایران و بسیار ازش همه جا تقدیم شد، اما هر جا بسیار تقدیم شد و تو اون دوره بر من خیلی جذاب بود که باعث شد که بیشتر با رشته فیزیک آشنا بشم. همه مخالفت میکردن، میگفتن خب چرا فیزیک، فیزیک شما وقتی میخونی همه چی میخونی ولی هیچ چی نیستی، یه اسم مهندس بود نیست. ولی خب من به علاقه شخصیم احترام گذاشتم. یک بار دیگه ای که باز این فردیت من باعث شد که اون همه ای که میتونست رو تصمیم من تاثیر بذاره رو کنار بذارم، زمانی بود که بعد از 15 سال که عضو هیئت علمی بودم، جایگاه خیلی خوبی داشتم، دانشجوها خیلی با من صمیمی بودن، لذت میبردم از کارم، یک بار به این فکر افتادم که نه، من فقط نباید به تدریس توجه بکنم. یعنی اون جایگاه هیئت علمی فضایی رو ایجاد کرده بود که فکر میکردم اگر این فضا بکنم انگار که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. از این حس که زنانی میتونم وارد صنعت بشن، از این حس که نمیتونم وارد کسب و کار بشن و این نگاهی که خارج وجود داشت، الان دوست عزیزمون خانم تماسبه خیلی زیبا هم به این نکته اشاره کرد تو سوالاتشون بود، واقعا این نگاه منو آزار میداد و حس میکردم من یه مسئولیتی دارم. این ترتیب بود که اون شغل امن خودم رو که به هر حال کسب و کاری بود که از نظر اجتماعی خیلی جایگاه داشت، از نظر درآمدی وضعیت رو رها کردم. حالا برای این دوستان و وارد این مقوله، این فضای عدم قطعیتی شدم که بسیار سخت بود، بسیار چالش انگیز بود و تصمیم گرفتم که این در واقع تجربه رو داشته باشم. به همین دلیل از کنترل درونی استفاده کردم. هیچ وقت ارزش‌هایی که دیگران تشویق می‌کردن که ارزشه، این مقام ارزشه، این پست ارزشه، این چالش داشتن و برای آدم ضررداری نتونست رو من در تاثیر بذاره. اینا همه واژه‌هایی هستش که حالا به هر جهت میتونه کمک بکنه به اینکه ما خودمون رو یه ارزیابی کنیم. بس اولین قدم این بود، اینه که ما خودمون رو یه ارزیابی کنیم، ببینیم ما در کجای این داستان قرار داریم و چقدر اصلا تفکر کارآفرینانه در ما رشد کرده. حالا ممکنه شما بگید نه خب در ما رشد و در من نوعی مثلا این اتفاق نیفتاد، اشکال نداره، مهم اینه که ما به دنبال این باشیم که این اتفاق برای ما بیفته. بنابراین میریم با کسایی که الگوهای نقش ما هستن، باور ما هستن.
خب داستان به اونجا رسید که من رشته فیزیک کاربردی رو تموم کردم و به نتیجه رسیدم که خب خیلی فضای خوبیه و آماده بودم. گرایشم هم اتمی بود و گرایش دوم هم فلات جامعه. از خانم دکتر پورقاضی، خانم دکتر یزداد نام بردم، من افتخار شاگرد خدمت ایشون رو داشتم و به عنوان تنها بانویی که اون روزا تو دانش فیزیک مردانه واقعا حضور داشتن و همچنان دخترا رو حمایت میکردن و یه ویژگی که ایشون داشتن اینه که تبعیضی به خاطر اینکه شما خانم هستین قائل نبودن و شما گفتن خودتونه بکشید بالا و این الگوی خیلی خوبی بود. و شاید بیشترین انگیزه من سالها بعد، یعنی 15-16 سال 20 سال بعد برای ایجاد یک کسب و کار، کسب و کاری که امروز این اجازه رو داد که من خدمت شما برسم توی این جلسه، یکی از همون بحثاش بحث الگوهای نقش و انگیزه بود که ایشون در ما ایجاد میکرد. خب حالا فرض کنید که من یه دانش آموخته فیزیکم و خیلی علاقه مندم، 3-4 جا هم امتحان دادم و مشخص شد که میتونم در جاهایی که شاید خب خیلی آرزوشو دارن داشتن اون موقع که استخدام بشن، در یه رقابت با آقایون من موفق شدم که اون پستا رو بگیرم. این همزمان شد با اینکه اون عزیزی که به هر حال از بستگان من بود و در زمینه انرژی خورشیدی کار میکرد با یه چالش جدی مواجه شد و اون چالش جدی پول بود، چالشی که بسیار از محققا و دانشمندای ما الان باش مواجه هستن. هر جا میرفتن لوح تمدید بود، هر جا میرفتن ازشون دعوت میکردن به عنوان یه نخبه، ولی زمانی که میخواست تولید انبوه بکنه با توجه به اینکه خب ما کویر لوت رو داشتیم و میتونست خیلی کمک بکنه تو بحث انرژی، اینی که دارم میگم در دهه، یعنی سالهای 66 تا 68 رو در نظر بگیرید، جنگ تازه داشت تموم میشد، کشور در حال تغییرات بود و ایشون هر جا میرفت بهش میگفتن بودجه نیست، اقتصاد وضعش خرابه، ما نمیتونیم سرمایه گذاری بکنیم و به شدت افسرده شده بود و این افسردگی به من منتقل شد و من یکی از ریسکای زندگیمو انجام دادم. یعنی باز یه شغلی که میتونستم توی بخش دولتی استخدام بشم، خوشحال بشم، باز جایگاه داشت رو رها کردم و به دنبال یک دغدغه و پرسشی رفتم که همینطور که شما توی این اسلاید میبینید انگیزه شناخته و میل به یادگیری من رو نشون میداد. من دنبال این بودم که این پولی که میگن نیست پس کجاست؟ این پولی که قراره که صرف باتریای خورشیدی نشه، باتریای خورشیدی که خودشون بهش اجازه میدن، خودشون ازش تعریف میکنن، صرف این نشه، پس این پول کجاست؟ به همین دلیل مقطع فوق لیسانس و دکترا رو در زمینه اقتصاد ادامه دادم با این هدف که ببینم که واقعیت اقتصاد چیه و در واقع چی میشه که ما که تو فیزیک 4 سال درس میخونیم، رشته های مهندسی چندین سال زحمت میکشن، به خصوص فیزیک که برای جز رشته های علوم پایه است، ولی بعد نمیتونیم ایده ها و نظرات خودمون رو پیاده سازی بکنیم، گیر کار کجاست؟ و اونجا متوجه شدم که گیر کار دولته، گیر کار نگاه ما به نگاه دولتی ما به اینکه باید از ما حمایت کنه و به خصوص در مورد ما زنان، چون جامعه دائما به ما داره این رو تلقین میکنه که شما باید تحت حمایت باشید، ولی داشته باشید، باید سرپرست داشته باشید. وقتی وارد بازار کار میشیم ناخودآگاه دنبال یه پشتوانه میگنه و خب چه پشتوانه بهتر از دولت که بیاد برای ما کار ایجاد کنه، بیاد به حرف ما گوش کنه. اما عملا این نشون دادش که نه، واقعا در واقع این امکان وجود نداره و من همطور که تو این شکل میبینید انگیزه های خودم رو، انگیزه شناختی، انگیزه این که میتونم باور داشته باشم به این که بتونم یه کار جدید انجام بدم و یه پرسش جدیدی رو دنبال بکنم، از این موضوع گرفتم و در نهایت سعی کردم که یک رفتار کارنانه از خودم نشون بدم. خب حالا من رسیده بودم به جایی که دکترای اقتصاد داشتم، همزمان یه پی‌اچ‌دی دیگه هم در زمینه کارآفرینی گرفتم و توی دانشگاه مشغول به کار شدم و چون رشته من فیزیک بود دانشگاه به من این فرصت داد که درس‌های ریاضی رو در واقع توی دانشگاه درس بدم. 15 سال به همین شکل گذشت و من فکر میکردم در درون تئوری‌ها، در درون تئوری‌های اقتصادی میشه راهکاری برای بچه‌های صنعت و فنی مهندسی پیدا کرد. اما سالها که داشتم در این زمینه تحقیق میکردم به عنوان مشاور و معاون بازرگانی در هلدینگ‌های بزرگ هم چرخ می‌زدم، هلدینگ‌هایی که بیشترین بخششون بخش صنعت بود، ارتباطشون با بخش صنعت بود. اونجا متوجه شدم برای اینکه من بخوام این تفکر رو به دیگران قالب کنم که امیدتون رو از دولت ببرید و خودتون به فکر کسب و کار باشید، برای کسایی که فن میخوندن و به خصوص کسایی که رشته های علوم پایه مثل فیزیک خوندن لازمه که رفتار کارآفرینانه رو یاد بگیرن. یعنی با توجه به اینکه سفر کنیم که تفکر و انگیزه و اینا دارن،
حالا باید نگاه کنیم ببینیم که آیا اصلا ما آدم ریسک پذیری هستیم. من وقتی رفتم توی صنعت دیدم بله، اون موقع هنوز دانشگاه بودم، به عنوان یک کسی که عضو هیئت علمی دانشگاه است صنعت نگاه کردم، دیدم خب اگر کسی بخواد این کارو انجام بده ریسک زیاد باید عمل بشه، باید بتونه شبکه خودش رو قوی کنه، باید بتونه با آدم‌های ارتباط بگیره، و باعث شد که من یک انگیزه دیگه شکل گرفتم. و اینکه زمانی که مثل یک در واقع کارآفرین با اون ابزارها پله پله که در مشهده بود به تغییرات کلان کشور نگاه کردم، به مسیرهای اقتصادی و چرخه های عمری که در صنعت داره و ساختار صنعت که ارزم، چون این یک کارگاه سه روزه است، من فقط خواستم کلیدواره بدم، امیدوارم بعدا فرصت بشه که مفصل در مورد اینا صحبت کنم. وقتی به اینها نگاه کردم دیدم نه، اتفاقا فرصت‌های خوبی در بازار هست. ما در بازار به خصوص در رشته فیزیک صنعت‌هایی رو داریم که اینا در چرخه عمر هستن. ببینید عزیزان، کار هم مثل آدم‌ها چرخه عمر داره. چجوری شما در دوران سالمندی به فکر توانبخشی هستید که اون سالمند بیشتر عمر کنه، که اون سالمند راحت‌تر زندگی کنه؟ بخش زیادی از صنعت ما الان تو مرحله چرخه عمر میان سالی و سالمندی خودشه. الانه که فیزیک و رشته‌های پایه میتونن کمک کنن برای اینکه اینا احیا بشن، ولی اینطور نیستش که بدون هیچ پیش‌فرضی ما بتونیم وارد این بازار بشیم. به هر حال زمانی که من در دانشگاه بودم این مطالعات رو کردم در مورد چرخه عمر بخش‌های مختلف، در مورد اینکه ما ساختار صنعتمون یه بخشایی هستش که به سرمایه احتیاج داره و یه بخشای زیادیش به نیروی متخصص احتیاج داره، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که خب من باید مثل یک کارآفرین عمل کنم. حالا کجای کاری؟ اون دختری که در سن 15 سالگی در رشته فیزیک قبول شده بود و بعد با انگیزه زیاد برای اینکه بتونه یه تغییر تحول ایجاد کنه و یه بانوی فیزیک باشه توی ایران، وارد رشته فیزیک شد، تمام اون شرایط رو تحمل کرد، اما وقتی فارغ التحصیل شد متوجه شد که جامعه قرمز براش پهن نکرده، تغییر رشته داد به خاطر اینکه تو مقطع فوق لیسانس و دکترا پرسش هاش رو پیدا بکنه. حالا این آدم رسیده به یه جایی که باید یه انتخاب اساسی بکنه. انتخاب اساسیش اینه که بین شغلی که براش در واقع مزیت داشت، براش آرامش داشت، براش آسایش داشت، جای اجتماعی داشت، اون رو داشته باشه، یا اینکه اصلا اون رو رها کنه و برای یه کسب و کار رو شروع کنه. من الان تو این مقطع بودم و این دقیقا تو سن 40 سالگی بر من اتفاق افتاد. خب سن در واقع 40-42 سالگی میگن برای آقایون یه مقدار سن اصطلاحی که به کار میبرن 40 اگه اشتباه نکنم، ولی برای خانوم ها هم به نظر من بله چند دقیقه فرصت دارید؟ بله من رو تایمر گذاشتم، خیلی ممنونم. و من به این گفتم که اینجا باید یک حرکتی انجام بدم. ببینید اگه من اون ویژگی های کارآفرین، من نه کسی بودم که پشتوانه داشتم، پدر مادرم کارمند بودن، زندگیمون زندگی کارمندی بود، مادر من معلم بود، و اصلا تو خانواده ما حتی مردی که توی بازار کار کنه حس خوبی نسبت بهش نداشتن، یعنی با کلمه بیزینس اصلا مشکل داشتن. یعنی میخوام بگم شرایطم طوری نبود که شما، چون بیشتر این جلسات از من میپرسن پشتوانه شما کی بود، کی شما رو حمایت میکرد، واقعا هیچ کس حمایت نمیکرد. شاید اون انگیزه هایی بود که نسل ما به در واقع داشتن الگوات ما ایجاد کردم. من دومین ریسک زندگیم هم انجام دادم، یعنی یه بار ریسکی که داشتم این بود که من به هر حال از یک پست دولتی در رشته فیزیک انصراف دادم که برم در اقتصاد ادامه تحصیل بدم. حالا ریسک دومم این بود که اومدم و گفتم من دیگه نمیخوام تو دانشگاه درس بخونم، میخوام برم کسب و کار خودم رو انجام بدم. و این کسب و کار خودم رو راه انداختن انگیزش همون عشق من به فیزیک بود. من همیشه احساس میکردم اون تغییر رشته‌ای که دادم رفتم اقتصاد یه جور خیانت بود، هرچقدر که باز جاهای مختلف فیزیک درس میدادم، ریاضی درس میدادم، اما احساس میکردم من هیچ کاری برای این رشته نکردم، هیچ کاری برای اون هدفم نکردم. ورود من به عرصه صنعت در واقع روی سه تا آیتم استوار بود. یکی اینکه من مزیت ایجاد کردم، چون دانش آکادمیک داشتم، چون صنعت رو میشناختم، به دنبال این بودم که به جایی از بخش بازار توجه بکنم که یک بفهمن که عرصه فیزیک میتونه جواب بده، و پروژه تحقیقاتی که تعریف میکردم پروژه بود که خیلی هزینه بره زود به بازار برسه، و دوتی دوم تیم سازی قوی بود که انجام دادم، و سوم اینکه سعی کردم ایدم رو به فرصت تبدیل بکنم. این ایجاد مزیت در واقع اینکه ما چه عواملی رو میتونیم حذف بکنیم. ببینید دوستان، من دوباره برمیگردم به اون بخش قبل.
این یه مرحله ستایه، یعنی شما اول باید تفکرتون رو نسبت به کسب و کار عوض کنید و بعد این تفکر منجر به رفتار بشه و بعد شروع کنید به مشاهده دقیق به عنوان یک کارآفرین و بعد عمل کنید. ما ایرادی که داریم اینه که توی این زنجیره همیشه عمل رو میبینیم و فکر میکنیم که خب یا باید این عمل بر ما بسترسازی شه یا خودمون ورود پیدا کنیم. به هر حال با روش‌های مختلف مزیت و ایجاد ارزش کردیم، تیم قوی ساختیم. من متوجه بودم موقعی است که من فیزیک خوندم و اقتصاد خوندم ولی شیمی بلد نیستم، باید تو تیمم یکی باشه که شیمی باشه، باید تاپ داشته باشم، باید نیروی جوونی باشه که من رو با ابزارهای جدید آشنا بکنه، با فضاهای جدید تکنولوژی آشنا بکنه و همه اینا در واقع کمک می‌کرد به اینکه ما بتونیم موفق بشیم و بتونیم ایدمون رو به صورت یک فرصت در بیاریم و ازش بهره برداری اقتصادی کنیم. من چون وقتم تمامه، در نهایت الان نارکشیمی یک شرکتیه که در واقع یک بخش صادرات واردات مواد شیمیایی داره. صادرات و واردات مواد شیمیایی ما اینطوری نیستش که بیگدار به آب بزنیم، ما اول مورد میدیم و متناسب با اون موادی که صنایع مختلف احتیاج دارن رو وارد میکنیم و از اون بعد بازارها رو میشناسیم و اینها رو صادر میکنیم. اما پولی که از این راه به دست میاریم صرف تحقیقات میشه که تو زمینه نانو داریم انجام میدیم. من با استفاده از مشاوره هایی که از اساتیدم گرفتم در زمینه نانو تونستیم که نانو رو وارد کنیم به عرصه صنعت نساجی. الان در بازار گپ‌های بسیار زیادی وجود داره که نتایج تحقیقاتی میتونه کمک کنه. تیم‌های تحقیقاتی زیادی تشکیل دادیم و نانو رو تو عرصه ترمیم زخم استفاده کردیم، تو عرصه پزشکی بین نساجی و پزشکی باز از محصولات نانو استفاده کردیم، بین پزشکی و نساجی از محصولات نانو استفاده کردیم، در خود در واقع صنعت نفت و پتروشیمی برای تولید حلال ها باز از این دانش نانو استفاده کردیم و تو تمام اینها دوستانی که در زمینه فیزیک کار میکردن همیشه کنار ما بودن. در مجموع با توجه به اینکه دیگه زمانم تموم شده، امیدوارم که انجمن حتما خودش موضوع اشتغال و ایجاد کسب و کار و حتی پیشنهاد ایجاد کسب و کار رو، یعنی خیلی هستن که حاضرن تو این زمینه سرمایه گذاری کنن و ما میتونن جوانامون به این سمت حرکت کنن که چجوری ایده هایی رو که دارن استراتژی به سرمایه گذار معرفی کنن که اون حاضر باشه سرمایه گذاری بکنه و اشتغال بده. من واقعا از همون سالهای 66 65 66 همیشه این نوشته جلوم بوده، الانم توی دفترم هست. دوست داشتم صحبتم هم امروز با این تموم بکنم که واقعا برای همه واجبه، ولی برای خانوم های دانش آموخته فیزیک اگر بخوان دچار افسردگی نشن، اگر بخوان در جامعه بتونن جایگاهی فرای رشتهشون تو عرصه کسب و کار و اقتصاد پیدا بکنن، لازمه واجبه حتما باید رویاهای خودشون رو جدی بگیرن، این سه تا مرحله رو تمرین بکنن و قطعا من فکر میکنم که موفق میشن. خیلی ممنونم که تکردید به صحبت های من. خیلی ممنون از خانم دکتر رهایی. انشالله که حضور دارید تا جلسه میزگیت که اگر شرکت کنندگان سوالی داشتن از خدمتتون بپرسن. بله حتما. بله.